مبارزه با فساد تا صدور احکام قضایی سنگین علیه فعالان کارگری. در عدلیه ابراهیم رئیسی کدام کف سنگین تر است؟ آکسفام میگوید درآمد بریتانیا از فروش اسلحه به عربستان و امارات 8 برابر کمک‌هایش به قربانیان جنگ یمن بوده. ریشه های کهنه، برگ های نو. اجرای تازه داریوش طلایی برای دمیدن روحی تازه در کارهای قدیمی. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. اگر شما کارگری باشید که به دلیل 1000 مشکل اعتراض کنید و بعد دستگیر شوید و در نهایت دادگاه شما را به 14 سال زندان محکوم کند، چه حسی پیدا می کنید؟ می گویند این داستان اسماعیل بخشی یک فعال کارگری در ایران است که اگر حکمش تایید شود ممکن است تا 7 سال در زندان بماند. شماری دیگر از فعالان کارگری هم حکمهایی در همین حد و اندازه گرفتند. شاید بسیاری انتظار دیگری داشتند، به ویژه 6 ماه پیش که ابراهیم رئیسی از جمله با شعار مبارزه با فساد و اصلاح قوه قضاییه به ریاست آن رسید. اتفاقا یکی از ابعاد پرونده فعالان کارگری به مفاسدی برمیگردد که میگفتند ضمن خصوصی سازی رخ داده و سر به رقمهای قابل توجه زده. جزئیات بیشتر در گزارشی از نعیمه نامجو. ساختارهای فسادزا باید در کشور حل بشه. قرمزی رو ما برای مبارزه با فساد برای خودمون نمیشناسیم. این حرکت سلبی، ما مجلس رو، دولت رو، مردم رو خودمون میبینیم. اون حرکت مبارزه با فساد. آقایان محترم وزرا، کلاب نمایندگان مجلس، مسئولان و مدیران در همه کشور متوجه یک فسادی شدن در مجموعه خودشون. اصل عملش اعلام نیست. اعلام برای مردم امیدآفرین نیست. اقدام برای مردم امیدآفرینه. ترجیح بند حرفهایش از زمان ریاست بر قوه قضاییه مبارزه با فساد بود است. حرفهایی که خبر از موج تازه‌ای از برخورد با آنها که حکومت ایران مفسدان اقتصادی می‌خواند می‌دهد. ابراهیم رئیسی می‌گوید حکومت مطلقاً فساد را نمی‌پذیرد. حرفهایی که اگرچه این روزها شدت بیشتری پیدا کرده ولی در تاریخ جمهوری اسلامی چندان تازه به نظر نمی‌رسد. گرچه گستره دستگیری‌ها شاید حالا بیشتر از هر زمان دیگری باشد. ما اصلا اگر فرض بکنیم واقعاً آقای رئیسیش انگیزه سیاسی نداره، اومده فساد ستیزی بکنه، باز هم خیلی احتمال ضعیف است که موفقیتی برسه. به دلیل اینکه فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک شده و تا زمانی که بسترش وجود داره، بستر نهادی و ساختاریش وجود داره که این بستر هم برمیگرده به تجمیع قدرت و ثروت در درحال یک نهاد، یک فرد و یک عده محدود از جامعه و از شرایطی که رهبری و نهادهای زیر مجموعهش تحت نظارت نیستن، نظارت گریز هستن و حتی پاسخگویی به جایی ندارن، این زمینه رو باز میکنه برای فساد به لحاظ ساختاری. در این شرایط رئیس قوه قضاییه به عنوان یک فرد کاری نمیتونه بکنه، حتی اکثر میتونه با بخشی از مفسدان برخورد بکنه، حالا اونها رو کنار بگذارن، اما وقتی بستر و اون جنبه های نهادی و ساختاری وجود داره، مفسدان دیگر جایگزین اونها میشن. ابراهیم رئیسی با سابقه مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ناآشنا نیست. کسی که نزدیک به 4 دهه در پست‌های مختلف در قوه قضاییه فعالیت کرده و سابقه ریاست سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل را هم دارد. پارتی بازی و فساد اداری به طور جدی مردم را رنج میده و او 6 ماه پیش جایگزین صادق لاریجانی رئیس قبلی قوه قضاییه شد. آن هم پیش از آن که دوره ریاست آقای لاریجانی کاملا تمام شود. رهبر جمهوری اسلامی در هنگام انتصابش از او خواست در مبارزه با فساد در درون قوه تردید و درنگ نکند. بعد از آن بود که علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از پاکسازی درون قوه قضاییه گفته و دستگیری هایی هم به دنبال آن انجام شد. اگر قاضی معلوم شد که صالح نیست، این نه فقط صلاحیت قضاوت نداره، صلاحیت وکالت هم نخواهد داشت.
اما ابراهیم رئیسی در حالی به شهرهای مختلف ایران سفر می کند و همه جا حرف از مبارزه با فساد می زند که بعضی از انگیزه های سیاسی شخص او می گویند و بعضی هم می پرسند چرا در تمام سالهایی که در قوه قضاییه بوده کاری نکرده. او که در انتخابات ریاست جمهوری رقیب حسن روحانی بود، حالا در قبای ریاست یکی از قوا کنار او و برادر صادق لاریجانی می ایستد. آن هم در شرایطی که بعضی حامیان آقای روحانی قوه قضاییه را به کارشکنی در کار دولت متهم می کنند و بازداشت های بعضی مدیران یا مقامات سابق بانک مرکزی را نمونه می آورند. شکایت و انتقادی که دولت داره به دوره صادق لاریجانی هم بر می گرده که به حال معتقد هستن برخوردهایی که برخی از مدیران دولتی شده درست نبوده، پرونده سازی شده به خصوص در بانک مرکزی و اینو اعلام هم کردن، ولی قوه قضاییه خب پافشاری داره میکنه. از طرف دیگه ای هم دولت اعلام میکنه این نوع برخوردهایی که داره صورت میگیره، فضا سازی هایی که میشه، فضای کار امنیت روانی مدیران قوه مجریه رو برهم زده و تاثیر منفی بر عملکرد اونها داشته. به نظر میرسه که این از این منظر هم رئیسی میره که فشارها رو بر قوه مجریه بیشتر بکنه. اتفاقات چند ماه گذشته به اینجا خلاصه نمی‌شود. ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه که کارنامه حقوق بشریش زیر سوال است، از همان ابتدا با واکنش‌های زیادی روبرو شد. آقای رئیسی عضو کمیته تصمیم‌گیری درباره اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال 67 بوده. فعالان حقوق بشر ایرانی گفتند به جای اینکه او در جایگاه نماینده عدالت بنشیند، خودش باید محاکمه شود. انتصاب ابراهیمی رئیسی به پست ریاست قوه قضاییه نشان داد که جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتبار و ارزشی برای قواعد حقوق بشر قائل نیست و این یک دهنکجی بزرگی بود به فعالان حقوق بشر، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و نقص سیستماتیک حقوق بشر در ایران، یعنی تداوم عملکرد 40 ساله جمهوری اسلامی ایران در سرکوب حقوق بشر. در جمهوری اسلامی ایران اصل استقلال قضایی وجود نداره، چون رئیس قوه قضایی منصوب رهبری هست و فردی که منصوب رهبر هست ملزم و مکلف به پاسداری، دفاع و حمایت از تشکیلات رهبری و ساختار جمهوری اسلامی ایران هست. چند روز پیش بود که او گفت برخی در پوشش اعتراضات کارگری اهداف دیگری را دنبال می کنند. امروز احکام سنگین فعالان هفت تپه صادر شد. در هفته های اخیر احکام سنگین دیگری هم برای فعالان مدنی و روزنامه نگاران صادر شده. پرونده قوه قضاییه ایران و نقش ریاست قوه در ساختار و تصمیم گیری هایش قطور و پیچیده است. مبارزه با فساد اقتصادی یا برخوردهای سیاسی و جناحی، مأموریت ابراهیم رئیسی هرچه باشد به نظر نمی رسد به این زودی ها به نتیجه برسد. او که هم می خواهد در داخل قوه قضاییه اصلاحات کند و هم در بیرون به مردم نشان دهد که عزمش برای برخورد با مجرمان جزم است. نعیمه نامجو، بی بی سی. یک نهاد حقوق بشری میگوید کمک‌های انسان دوستانه بریتانیا به یمن در مقایسه با درآمدش از فروش اسلحه به عربستان و امارات ناچیز است. بیشتر کشته شدگان غیر نظامی در جنگ یمن بر اثر حمله‌های هوایی ائتلاف به رهبری عربستان جانشان را از دست دادند. هاکسفام میگوید این گزارش را به عمد همزمان با برگزاری نمایشگاه اسلحه در لندن منتشر کرده که عربستان یکی از شرکت کنندگان آن است. جزئیات بیشتر از پرهام قبادی. 4.5 سال جنگ در یمن، فقیرترین کشور دنیای عرب، جنگی که حاصلش برای مردم یمن ویرانی، آوارگی، قحطی و بیماری‌های واگیردار بوده، برای برخی کشورها منفعت مالی داشته. بیشترین کشتار غیر نظامیان در یمن از حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان بوده، ائتلافی که با حوثی‌های مورد حمایت ایران می‌جنگد. هرچند که میگوید نهایت دقت را برای جلوگیری از هدف قرار دادن غیر نظامیان به کار میبرد. هفته پیش سازمان ملل متحد گفت آمریکا، بریتانیا و فرانسه ممکن است شریک جنایات جنگی در یمن باشند. سازمان ملل میگوید این سه کشور سلاح، اطلاعات و تدارکات نظامی در اختیار ائتلاف گذاشتند. عربستان و امارات از بزرگترین خریداران تجهیزات نظامی از این کشورها هستند.
بازرسان سازمان ملل توصیه‌ای هم داشتند: منع انتقال اسلحه به طرف‌های درگیر، اما ظاهراً گوش شنوایی نیست. آکسفام که یک نهاد مدافع حقوق بشر است میگوید بریتانیا تقریباً 950 میلیون دلار کمک انسان دوستانه به یمن فرستاده، اما همزمان بیش از 7.5 میلیارد دلار سلاح به عربستان و امارات و باقی کشورهای ائتلاف فروخته. یعنی درآمد حاصل از اسلحه حدود 8 برابر کمک‌ها بوده. از میان کشورهای عضو ائتلاف، عربستان با فاصله زیادی از بقیه بیشترین تسلیحات را از بریتانیا خریده، 6.5 میلیارد دلار، و بعد امارات 800 میلیون دلار. بریتانیا رفتار ریاکارانه داره. از یه طرف کمک میفرستن و به مردمی که در یمن محتاجن کمک میکنن و از طرف دیگه اسلحه میفروشن که در نهایت در یمن استفاده میشه. آکسفام میگوید در پرونده قضایی علیه دولت بریتانیا نقش داشته. رأی این دادگاه در بریتانیا 2 ماه پیش فروش سلاح به عربستان را غیرقانونی اعلام کرد. قضات دادگاه همچنین گفتند نخست وزیر کنونی بریتانیا بوریس جانسون که پیشتر وزیر امور خارجه بود و چند وزیر دیگر به طور غیرقانونی و بدون در نظر گرفتن خطر جانی برای غیر نظامیان اقدام به صادرات سلاح کردند. بذارین براتون مثالی بزنم. چند سال پیش یک حمله وحشتناکی به یک بیمارستان شد و بخشی از سلاح‌های ساخت بریتانیا اونجا پیدا شدند. حدود 20 نفر کشته شدند و همون تعداد زخمی. کم نیست عملات این چنینی به زیر ساخت ها مثل مدارس و بیمارستان ها. آکسفام میگوید زمان انتشار گزارش اتفاقی نبود و به خاطر برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات نظامی در لندن است. به گفته آکسفام این یکی از بزرگترین نمایشگاه های سلاح در جهان است. از 68 کشور برای خرید و فروش سلاح در این نمایشگاه شرکت می کنند. اما 8 کشور شرکت کننده در فهرستی هستند که گزارش سالانه خود دولت بریتانیا میگوید عملکرد ضعیفی در زمینه حقوق بشر دارند. کشورهایی مثل عربستان سعودی، اسرائیل، بحرین و مصر. وزارت خارجه، دپارتمان تجارت بین‌المللی بریتانیا و وزارت دفاع شدیداً علاقه‌مند به فروش سلاح به شرکت کنندگان هستند. همونطور که در مورد عربستان سعودی شاهدش هستیم. یه رژیم شدیداً سرکوبگر که هیچ مخالفتی رو بر نمیتابه. فعالان حقوق زنان رو شکنجه میکنه در حالی که ادعا میکنه در زمینه حقوق زنان اصلاحات انجام میده. و مسلماً یمن رو چنان بمبارون کرده که به بدترین فاجعه انسانی در دنیا تبدیل شده. اونها بزرگترین خریدار اسلحه از بریتانیا هستند. اما برگزاری این نمایشگاه بی درد سر هم نبوده. از یک هفته پیش گروهی از فعالان حقوق بشر و فعالان اقلیمی در اطراف این نمایشگاه اعتراضات مدنی خود را شروع کردند تا با تحصن در مسیر منتهی به ورودی نمایشگاه جلوی ورود تجهیزات نظامی را بگیرند. در روزهای اخیر پلیس بیش از 100 نفر از فعالان را دستگیر کرده. امروز اما نمایشگاه برگزار شد و پیام صلح این معترضان حریف توپ و تانک های جنگی نشد. پرهام قبادی، بی بی سی. هفته گذشته در تاجیکستان دومین توربین نیروگاه برق آبی راغون آغاز به کار کرد. توربین نخستین نیروگاه حدود 10 ماه پیش راه اندازی شده بود. نیروگاه راغون 6 توربین خواهد داشت و ظرفیت تولید برق سالانه آن 3600 مگاوات خواهد بود. اجرای کامل این طرح تاجیکستان را به یکی از بازیگران اصلی در بازار انرژی منطقه تبدیل خواهد کرد. جزئیات بیشتر از سهراب ضیا. اید بالای اید. این سخنی رایج در میان تاجیک ها که به معنی برگزاری دو جشن در یک فاصله کوتاهی زمانی است، خاصی امروز تاجیکستان بود. یعنی در سال روز استقلال خود، این کشور باز یک رویداد مهم دیگر را جشن گرفت. راه اندازی دومین توربین نیروگاه راغون در روز اتفاق می افتد که تاجیکستان 28مین سالگرد استقلال خود را جشن می گیرد. بسیار این را به معنی قرار داشتن طرح احداث راغون در اولویت برنامه های اقتصادی دولت تاجیکستان تعبیر می کنند. راغون را مهمترین دستاورد اقتصادی امامعلی رحمان در 27 سال رهبریش در تاجیکستان می دانند. هزینه کلی این طرح نزدیک 4 میلیارد دلار برآورد شده است. آقای رحمان به هر قیمتی که شده می خواهد نیروگاه راغون را تکمیل کند تا آرمان ملی مردمش را برآورده سازد. این بار هم چون دفعه قبلی خودی او آغاز کار توربین دوم نیروگاه را رقم زد. نخستین توربین نیروگاه راغون اواسط نوامبر گذشته آغاز به کار کرده بود.
به گفته مقامات در این مدت نیروگاه 570 میلیون کیلووات به سیستم انرژی کشور برق وارد کرده است. اما بعد از آغاز کاری راغون هم برخی مناطق روستایی تاجیکستان در زمستان و بهار گذشته با کمبود برق روبرو بودند. یکی از دلایل اصلی چنین وضع ظاهرا صادرات برق و برخی کشورهای همسایه است. افغانستان که علاقه ما این سال انتقال برق به اونو دادیم، همسایه ازبکستان، بعد در آینده می توانیم به پاکستان ما انتقال دهیم که اونجا برق در چون که ما می دونیم در تابستان بسیار تنقصی برق دارند، اما در تابستان می توانیم برق به این کشورها برق صادر نمونیم. در میان خبرنگاران خارجی که برای پوشش راه اندازی توربین دوم نیروگاه راغون به تاجیکستان آمده اند، چند خبرنگار از افغانستان هم هستند. کشوری که با کمبود جدی برق روبروست و حالا چشم امید به تاجیکستان دوخته. عمدتا شمار جیر از ولایت افغانستان از طریق تاجیکستان برق تامین میشه و همسایگی که با بدخشان داره 4-5 شهرستان برق تاجیکستان تامین میکنه. از طریق برق دقیقا انرژی که از تاجیکستان به افغانستان میاد برای مردم خوب است که هم به لحاظ اقتصادی میزان پرداخت صرفه برق کاهش پیدا میکنه و در کنار از زیادی از شرکت ها و کارخانه ها میتونه که فعال شوه و کار انجام بده. نیروگاه راغون در 110 کیلومتری شمال شرق شهر دوشنبه واقع است. ساخت آن 43 سال پیش در دوران شوروی آغاز، اما با فروپاشی شوروی متوقف شد. 10 سال پیش تاجیکستان ساخت نیروگاه را از سر گرفت. حالا بیش از 60 شرکت محلی و خارجی در پروژه راغون کار می کنند. شرکت ایتالیایی سولینی ایمپروجیلو مجری ساخت سد راغون است. سدی که با ارتفاع 335 متر مرتفع ترین سد خاکی در جهان خواهد بود. ساخت آبگیرهای دائمی نیروگاه بر عهده شرکت آریان است که از سال 2010 در راغون حضور دارد. یک حرکت بزرگ برای استقلال انرژتیکی در از کشور تاجیکستان و حتی منطقه آسیای میانه هست. این ثابت میکنه که مردم تاجیکستان هیچ سدی برای پیشرفت و در اصل رونق کشورشون و همچنین رونق اقتصادی کشورشون ندارن و نخواهند داشت. باید گفت که ساختمان نیروگاه راغون با مرحله بسیار مسئولیت‌ها وارد گردیده. کارهای باز هم بزرگ در پیش است. برای بسیاری از مردم تاجیکستان این سوال مطرح است که چرا دولت در آستانه راه اندازی دومین توربین نیروگاه راغون قیمت استفاده از نیروی برق را برای آنها 17% افزایش داد. مقامات میگویند با راه اندازی دو توربین نیروگاه راغون هزاران نفر شغل پیدا خواهد کرد. ده ها هزار هکتار زمین های بیکر شاداب و صدها کارخانه صنعتی فعال خواهد شد. سهراب ضیا، بی بی سی، از محل ساختمان نیروگاه راغون. داریوش طلایی موسیقیدان برجسته و استاد ردیف و نوازنده تار هفته گذشته در ساوت بند سنتر لندن به همراه گروهی از شاگردانش به روی صحنه رفت. کتاب تحلیل ردیف او اثر برگزیده در 34مین دوره کتاب سال 1395 در حوزه موسیقی است. فرج بالفکن گفتگویی کرده با این استاد موسیقی. تفکری که از تدریس به جوانان در چند دهه اخیر زندگی هنری داریوش طلایی برآمده، امشب بار دیگر با عنوان ریشه های کهن برگ‌های نو در لندن به روی صحنه می رود. آموزش دادن نمی خواستم در یه جایی متوقف بشه، می خواستم به هر حال اینا بتونن خودشون رو بروز بدن و اجرا داشته باشن و خودشون موسیقی اجرا بکنن و این کار رو شروع کردم. یعنی از چند سال پیش که به صورت حالا برنامه هایی بوده، حالا رونمایی مثلا کتابی بوده یا کنسرت های پژوهشی بوده که از شاگردانم
کمک گرفتم و ازشون خواستم بیان شرکت کنن و به هر حال این نسل ها با هم تداخل کنن، یعنی اینجوری نباشه که از هم گسسته بشه. بخش اول این برنامه بداهه پردازی بر اساس طرحی از اوست در دستگاه نوا و شور که آقای طلایان را سایه روشن نامیده. یک ترکیبی از ریتم ها و مد ها یا آواز های مختلف، مقام های مختلفه که همون سایه روشن مد ها و ریتم ها و تنوع های نوانس ها و غیره که موفق بوده و خیلی مورد توجه قرار گرفته، یعنی یه فرمی از اجرای موسیقی ایرانی بوده که برای شنونده جذابیت داشته و همین تنوع که موضوع مهمیه تو موسیقی این درش وجود داشته باشه. بخش دوم ما در دستگاه ماهور اجراهایی است که برخی از تصنیف‌های آن را پیشترها با صدای محمد رضا شجریان استاد آواز ایران شنیده ایم، اما این بار قرار است هادی حسینی آن را اجرا کند، کاری که از جمله آقای طلایی اساسا هدف این دور از فعالیت‌های هنریش می‌داند. من فکر می‌کنم که یه مقدار موسیقی ما تحت شرایط جدید که به هر حال خیلی فضای مجازی و به اصطلاح امکانات متفاوت پخش موسیقی زیاد شده، خیلی رفته به طرف موسیقی مردم پسند و بخش موسیقی سنگین و جدی ضعیف شده و ما آوازمون تقریبا آواز دستگاهیمون کلاسیکمون داره فراموش میشه و بهش پرداخته نمیشه، برای اینکه خواننده ها به یه حد خوبی که میرسن فوری میرن به طرف کارهای یه مقدار مردم پسندتر و دنبال کارهایی که جمعیت بیشتری رو به اصطلاح مخاطب قرار میده و به یه شکلی موسیقی پاپ میشه، حالا هر چی میخوایم اسمشو بذاریم یه واقعیت اینه. بنابراین من فکر میکنم این که شما استادان بزرگ موسیقی رو، آوازو، اینا رو دوباره مورد توجه قرار بدین، کارهاشون رو دوباره بخونین، کما اینکه خود استاد شجریان وقتی استاد برومند با ایشون کار میکردن مثلا آوازهای طاهرزاده رو با ایشون کار میکردن دیگه، همون راک معروف یا اصفهان یا بقیه آوازها، خب اینا آوازهایی بود که آوازهای طاهرزاده بود و شجریان هم از همون مسیر به اون جایگاه رسید. بنابراین خب این فرصت رو باید، نه تنها فرصت رو جوان ها باید داد بلکه باید تشویقشون کرد و کمکشون کرد که این زنده نگه دارن این موسیقی رو. و اصلا هدف ما از همین برنامه و همین عنوان گفتن همین مسئله بوده که این ریشه ها نباید خشک بشن، اینها باید جوان ها های تازه بدن و بارور بشن و اینو احتیاج داره موسیقی ما. داریوش طلایی موسیقیدان و استاد برجسته تار و سه‌تار قرار است فردا هم به دعوت دپارتمان موسیقی دانشگاه لندن برای دانشجویان یک سمینار یک روزه برگزار کند. فرج بالفکن، BBC. اعتراضات اقلیمی امسال دامنگیر جشنواره فیلم بلیز ایتالیا هم شد. صدها معترض اقلیمی هفته گذشته در محل برپایی این جشنواره، آن هم در زمان اعلام برنده ها، بر روی فرش قرمز تحصن کردند و برای نجات کره زمین از خطر گرمتر شدن و تغییرات اقلیمی شعار دادند. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. فرش قرمز را برای مهمان های مهم پهن می کنند، اما این معترضان پیامی مهمتر برای میزبانان جشنواره فیلم ونیز داشتند. به بحران اقلیمی و خطر گرم شدن زمین توجه کنید. ما برای این اینجاییم چون دیدیم که چقدر رسانه ها درگیر این جشنواره‌اند. میخوام توجه ها به ما باشه. این جشنواره چیزی شبیه یه مرکز هالیوودیه، ولی دنیای امروزمون تو آتیشه. میخوایم همه مردم دنیا که به هنرپیشه ها، خواننده ها و سلبریتی های معروف توجه میکنن به حرف ما هم توجه کنن. دلیل اینکه روی فرش قرمز نشستیم اینه که توجه رسانه ها رو جلب کنیم. میخوایم به دنیا نشون بدیم که با بحران مواجه هستیم. این بحران اقلیمی مستحق توجهی در حد فرش قرمزه. صدها نفر از معترضان جوان اقلیمی در ونیز یادآور جنبشی جهانی هستند که در ده ها کلان شهر و شهرهای مختلف دنیا
اعتراضاتی مشابه برپا کردند. هدف فشار بر سیاستمداران و صاحبان سرمایه برای اولویت دادن به رفتارها و سیاستهایی است که باعث گرمتر شدن تدریجی زمین و تغییر اقلیم می شود. و چه جای بهتر از مرکز گرد همایی ستاره های فیلم و هنر که بر فکر و ذکر صدها میلیون نفر بیننده و هوادار در دنیا تأثیر دارند. طرفداران محیط زیست منتقد ستاره های سینمایی هستند. هرچند اغلب بسیار از این ستاره ها درباره نجات زمین و اهمیت طبیعت شعار می دهند، به دلیل سبک های زندگی که دارند، مخصوصا سفرهای هوایی و دریایی که کربن زیادی تولید می کند، مورد انتقاد هستند. ولی معترضان از میان همین ستاره ها متحدانی یافتند که از آنها دفاع کردند. من خوشحالم که اینا دارن اعتراض میکنن، چون اینها وارثان کره زمین هستن. ما خیلی در موقعیت سختی هستیم، مخصوصا در آمریکا که همه ضوابط محیط زیستی که به زحمت به دست اومدن دارن یکی یکی به دست دولت فعلی حذف میشن. آمریکا که باید رهبر دنیا در ضوابط زیست محیطی باشه، داره اصلا در مسیر دیگه قدم برمی‌داره. برای همین خیلی باعث خوشحالی منه که معترضان در همه جای دنیا و حتی روی فرش قرمز جشنواره ونیز صدای خودشون رو بلند می‌کنن. وقتی که به سن من که 85 سالمه برسید و بچه دار و نوه دار بشید، میفهمید تا وقتی دولت‌های آمریکا و بریتانیا و برزیل رو عوض نکنید، هیچی برای بچه‌ها و نوه‌هاتون باقی نخواهید گذاشت. اینا دارن دنیا رو خراب میکنن. ما هم در خراب کردن دنیا سهم داریم، اما اونا دیگه تضمینش کردن. دیروز آخرین روز جشنواره فیلم ونیز بود و جایزه شیر طلایی به برنده داده شد. معترضان اقلیمی جایزه دریافت نکردند. جایزه آنها جلب توجه افکار عمومی بود. سیاوش اردلان، بی بی سی. ممنون که با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، بدرود.